با سلام هماین فر هستم مدرس دوره های اوتوماسیون صنعتی و الکترونیک تو این جلسه مبحث بسیار شیرینی داریم به نام آلارم ها در کل HMI برای مانیتور و نظارت روی پروسه هست و اگر خطایی پیش بیاد سیستم آلارم به ما کمک میکنه که به راحتی اولا مکان خطا رو شناسایی کنیم دوما خب ایبیابی کنیم مشکل رو برطرف کنیم به جرئت میشه گفت 50 درصد از اهمیت سیستم HMI به سیستم آلارم هست. برای اینکه سیستم آلارم رو بررسی کنیم اول از همه از پروژه خودمون یک سیو از میگیریم. میگذاریم پروژه قسمت هشتم و سیوش میکنیم. مبحثی هست به نام دیوایس دپندنسی یعنی وابستگی به ابزار خیلی از مشخصه ها توانایی ها اشیا یا خیلی از قابلیت ها در همه, همه هم اچ ها در دسترس نیستند بنابراین در مورد سیستم آلارم هم چون که میدونیم خیلی چیزها در اچ بیسیک قابل بررسی نیست من یک اچ کامفورت هم اضافه میکنم اد New دیوایس میکنم در بخش HMI یک کامفورت پنل 7 اینچ هم اضافه می کنم و اوکی لازم هر دو توی اینها رو ببینید که بحث دیوایس دیپندنسی رو کاملا متوجه بشید خب PLC کانکشن من کانکشن رو با PLC یک قرار می کنم چون قرار هست با شبیه سازی کامفورت پنلمون رو هم نشون بدیم من بخش اسکرین لیوت رو میذارم بمونه بخش آلارم ها رو بر میدارم که خودم اضافه کنم مسائل رو یه دونه اسکرین میذارم یه اسکرین هم میذارم برای بخش آلارم فعلا سیستم اسکرین هم نمیگذارم بوتون هم نمیگذارم خب HMI کامفورت ما ایجاد شد من اوت میکنم قدری یک بوتون میگذارم برای آلارم اسکرین و در بخش ایونت در بخش ریلیز میگم اکتیویت اسکرین اسکرین یک یا همون اسکرین صفر یعنی اون یک دونه اسکرینی که داشتیم اینجا رو نگاه کنید توی لیست اسکرین ها ما روت اسکرین داریم که الان فعال هست و اسکرین صفر من دوباره میزنم اینجا دکمه بک رو خودش ویزارد گذاشته برای ما حالا چک میکنیم اکتیویت روت سکرین من این رو هم پاک میکنم یا میذارم بالا در از برای اینکه اسکرین صفر مشخص باشه خب این آماده هست میریم توی HMI یک خودمون و اون تصاویر زیبایی رو که گذاشته بودیم رو بررسی میکنیم در بخش روت اسکرین عادت خوبیه که زمانی که با دو تا HMI کار میکنید HMI دوم رو همیشه صفحاتش رو ببندید تقریبا محاله که اشتباه پیش نیاد خب من یه کاری رو میخواستم اینجا انجام بدم من نظر گرافیکی من توی بیسیک آبجکت یه دونه گرافیک ویو میگذارم